در منزل آقای محمود کبیر هستیم ایشون تحقیقات بسیاری در رابطه با شاهنامه انجام دادن کتاب در این رابطه نوشتند و در این روزها در لندن چند کنفرانس برگزار کردن یک کنفرانس دیگه هم در روزهای آینده برگزار خواهد شد در رابطه با عشق در شاهنامه چون شاهنامه برخلاف اینکه ممکنه کسانی که اون رو به درستی نخوندند فکر کنن فقط داستان پادشاهان و جنگ و جوانمردی و کشتن و اینها باشه عشق هم درش هست و کم هم نیستند این داستان های عشقی درسته آقای کبیر درود بر شما بله کاملا درسته اگرچه شاهنامه بیشتر یک اثر حماسی است به عنوان یک اثر حماسی شناخته شده و این تصور رو ایجاد میکنه ولی شاهنامه مثل یک فرهنگنامه است یعنی در کنار جنگ ها و نبرد هایی که شاید بیش از دویست جنگ هست و بیش از شست و سه داستان در آن هست داستان های عاشقانه فوق العاده زیبا و کم مانندی واقعا در ادبیات جهان نه تنها در بینابین بین داستان ها به گونه مستقل به عنوان داستان عاشقانه منظومه عاشقانه در شاهنامه فردوسی هست اولینش اگر اشتباه نکنم همون داستان زال و است. بله کاملا درسته. برای اینکه حماسه ما در حقیقت با خاندان رستم و خاندان رستم با زال در واقع می آغازد و زال تا پایان حماسه با ماست و جالب این است که حماسه ملی ایرانیان که باید ملیت بر همه چیز برتری داشته باشد تنها عشق است. که مرزهای ملی رو زیر پا میگذاره در شاهنامه و بیشتر زنان شاهنامه از دیار بیگانه عاشق پهلوانان ایرانی میشوند مانند همین رودابه که الان نام بردید و آغاز حماسه ما در کنارش با یک عشق واقعا کم مانندی که حتما شما میدانید در ادبیات جهان این داستان زال و رودابه چه تاثیرات زیادی به جای گذاشته است این داستان ها چقدر روی کل هماس سرایی فردوسی تاثیر گذاشتن این داستان های عشقی چقدر ایشون تحت تاثیر اینا قرار داشت یا اینکه خواسته از تر... توسط این داستان ها روی خوانندگان تاثیر بذاره به گمان من در برخی از جاها کاملا موضوع مستقل و عاشقانه و سخن از زن است مانند بیژن و منیژه منیژه در این داستان در حقیقت شخصیت اصلی است و شخصیتی است که هیچگاه از شاهنامه نمی رود یعنی میدونید تنها درفشی که در شاهنامه تصویر یک زن روشه درفش بیژن است و حضور این زن و بیان رجزگونه ای که در ابتدا میکنه استقلالی که داره به قدر این داستان که عظیم است که من فکر میکنم اینها یادگار روزگاران زن سالاری در ایران و بخشی در دوران اشکانی که باز زنها قدرت بسیار زیادی میگیرند هست و از اون روزگار باقی مانده و فردوسی تعمد داشته است در بیان این چون به باور من شاهنامه به گونه نقد خرد و فرهنگ ایرانیان است یک کتاب نقد است در حقیقت سامانه های گوناگونی در شاهنامه هستند سامانه جنگ سامانه نامنگاری یکی از سامانه های بسیار درخشان شاهنامه سامانه عشق است شما این از آداب دیدار از لباس از تصویر زن از هماغوشی هر چه در باب عشق است در شاهنامه آمده است نمیشه این فقط به گونه ای که برخی گفتند برای اینکه نسل ادامه پیدا کنه یا پهلوانان زاد و رودی داشته باشند زنانی آمدن به شاهنامه و رفتند این گونه نبوده است و به گمان من به ویژه اینکه مثلا داستانی مثل منیژه و بیژن نخستین سروده فردوسی است و در مقدمه بیمانندی که این داستان دارد فردوسی داستان عشق خودش رو هم بیان می کند که شبیه هست و میرود به دیدار آن مهربانیار که بعد چنگی براش می نوازد و نخستین خونیاگر تاریخ ایران این زنی است که محبوب فردوسی است و به باور من نقش زن و نقش عشق در شاهنامه بسیار پررنگ است به ویژه ما در زمان فردوسی با دو گونه داستان دیگر رو برویم یکی تغزل عاشقانه مثل کارهای فرروخی و انصوری و انوری و امیر مایزی. و یکی شعر عرفانی و اینها عشق را به گونه دیگری مینگرند در حالی که فردوسی عشقی که بیان می کند عشقی کاملا زمینی کاملا بدن است تن است سخن از تن کامگی است و همه اینها در آن سامانه کلی شاهنامه می گنجد یعنی اگر این رو نداشته باشد شاهنامه یک بخش بزرگی از شاهنامه نیست شما گفتید اشخای زمینی خب من با شما موافقم اتفاقا اشخای ممنوعه هم در شاهنامه هستش درسته؟ بله کاملا چندین اشق ممنوع است که نامدارترینش سودابه و سیاوش است و شوربختانه در سرزمین ما به سبب نگاه مرد سالارانه به ویژه در روزگار فردوسی با این داستان که روزگار غلامبارگی و امردبازی و ورود ترکان و غلامان ترک هست به شعر و ادبیات ما این, این مسئله اهمیت دیگری پیدا میکنه ببینید ما تقریبا یک چیزای همانند سودابه و سیاوش رو در قرآن هم داریم یوسف و زلیخا خیلی برخی از جاها این شبیه یکدیگر است کاملا به هم نزدیک هستند حتی کسانی که قرآن میخوانند و به آن باور دارند این گونه بیرحمانه که ما راجع به سودا به قضاوت میکنیم قضاوت نمیکنند راجع به زلیخا احسن القصص است در قرآن قصه یوسف و زلیخا ولی ما به گونه ای برخورد میکنیم با این سودابه به باور من بیگناه واقعا سودابه جوان سودابه زیبا و دقت کنیم در روزگارانی که حتی پدر با دختر ازدواج کرده در جهان یعنی چندان ممنوعه نبوده است و خب با کیکاووس پیر خودکامه ای که یک حرمسرای بسیار بزرگ داشته است و شاید در زندگیش پس از آن عشقی که اتفاقا با سودابه داشت چون سودابه واقعا عاشق کیکاووس شد و بعد که آمد به حرمسرای کیکاووس و بی‌اعتنایی این پیرمرد خرفت رو دید واقعا چیز روی دیگری به سیاوش نشون داد و سیاوشی ندیده بود یک جوان زیباروی خوشندام آمد به دربار و این عاشق شد خب ما کارمون به اونجا رسید که حتی در خود شاهنامه رستم میتازد به خوابگاه شاه و سودابه رو میکشد در حالی که من فکر میکنم خیلی بیرحمانه است این قضاوت ما به این عشق ممنوعه شما گفتید که شاهنامه نوعی نقد اون زمانه آنچه که اون زمان در واقعیت اتفاق میافتاد. چرا فردوسی این چنین نگاه منتقد یا پر از نقدی به جامعه زمان خودش داشته؟ برای اینکه اگر اندکی به پیش از فردوسی برگردیم ساسانیان سقوط میکنند ایرانیان واقعا مبارزه میکنن می, می ستیزند 23 سال همین یزگرد سوم می جنگت با تازیان 23 سال این جنگ طول می کشد و مردم مقاومت میکنن و پس از 200 سال عرب را از ایران بیرون میکنن و ایران مستقل میشه هیچ کدام از سرزمین های دیگه مستقل نشدن در اون روزگار و یک رنسانسی در ایران صورت میگیره در زمان سامانیان به ویژه که 600 سال قبل از رنسانس در اروپاست و سیلی از دانشمندان و شاعران میان در داخل ایران از رودکی، زکریای رازی، ابن سینا، بیرونی همه مال این رنسانسن، بعد یک مرتبه دوباره مسلمانان تازی با ترکان دست به هم دیگر میدن نجادی پدید آید از ترک و از تازیان بر ایران میتازند و ترکان حکومت رو در ایران قبضه میکنند اغوزها در حقیقت و بعد توایف دیگرشون خب این شکست دوباره ضرورت نقد این که چه میگذرد بر این سرزمین به باور من شاهنامه نه یک آخر که میگویند شاهنامه آخرش خوش است شاهنامه یک آخر اساطیری داره یک آخر حماسی داره و یک آخر تاریخی و اینها وقتی این داستانا رو میخونی میبینی تکرار اینها رو به نقد کشیده است یعنی ما همون بلایی رو بر سر جمشید میاریم و میرویم زهاک تازی رو میآوریم که در آخر سر با یزگرد میکنیم یزدگرد رو چه کسی میکشد آسیابان و مرزبان مرو یعنی ایرانی و جمشید رو چه کسی میگه سواران ایران همه شاهجوی نهادند یک سر به زحاک روی و جالب این است که میگه سرداران ایران میدونستند این اجدها فشه و رفتن از صحرای نیزوران از دشت نیزوران این رو آوردن به ایران خب به باور من فردوسی کاملا آگاهانه این تکرار فاجعه بار امر قدرت رو در ایران و تاریخ رو در ایران به نقد کشیده است در سرتاسر سر شاهنامه شما اشاره کردید که عرب ها و ترک ها عثمانیان و رنسانس ایران رو از بین بردند اون زمان ولی خب ما شاهد هستیم که همین عرب ها و ترک ها بعدا در زمانی که اروپا در قرون وسطا به سر میبرد به نوعی آغازگر رنسانس اروپا بودند یعنی اینها <coughs> یک باد جدیدی رو به اروپا آوردند که زیر سلطه کلیسا بود من البته میدانم که در کتابهای تاریخ همه اینگونه نوشتن که از طریق آندولوس و شمال آفریقا ولی تاریخنگاری امروز این داستان رو به شدت به نقد میکشد که ما اسامی کسانی که مثلا موسیقی رو در اروپا یا دانش پزشکی رو در اروپا دگرگون ساختن توی همون قرنهای سیزده و چارده هیچ کدام عرب نبودند همه ایرانی بودند این به نام اونها تمام شد از خود تارق که جبل و تارق به نامش هست همدانی بود تا زریاب که رفت و موسیقی آندولوس رو کاملا زیر و رو کرده هنوز وقتی شما میرید کردوا مدرسه ها به نام زریاب یا زریاب به گفته خودشون هست تا پزشکی اروپا با کدام کتاب ها زیر و رو شد با کتاب های زکریای رازی و پورسینا سینا ترجمه اینها بود که در تبره اسبان کسانی که رفتن به آندولوس بود و اینها که گریخته بودند اتفاقا از دست تازیان ایرانیانی بودند که عموما گریخته بودند و این کتابها را رو با خودشون به اروپا بردن و پایه های رنسانس اروپا رو گذاشتن اولین حرکات رنسانس در اروپا ترجمه آثار سعدی است گلستان سعدی است ترجمه قانون کتاب قانون است ترجمه کتاب شفاست روایت های تاریخی به قدری زیاد است و تأثیراتی که روی فلسفه به ویژه در فلورانس و ونیز که پایگاه رنسانس بود ما میدانیم که چقدر از دانشمندان ایرانی در مدارس اونجا در مراکز اونجا بودند و چه تاثیر شدیدی برای نمونه فقط بگویم که مثلا کتاب کمدی الهی دانته که تاثیر فوق العاده زیادی گذاشت روی جریان فکری و فرهنگی رنسانس خب ما میدانیم که این کتاب در حقیقت برداشت کاملی است از کتاب اردای ویرافنامه روزگار ساسانی منتها خب اردای ویرافنامه ممنوع میشه در ایران بعد ترجمه میشه به عربی به نام رسالت القفران و بعد این رسالت القفرانه که میاد به اروپا و دوباره ترجمه میشه به زبان لاتین یعنی اصل کتاب رسالت القفران در حقیقت ترجمه اردای ویرافنامه است برداشت 100 درصد از اردای نامه است و اردای ویرافنامه یک کتاب فارسی است کتابی که ادبیات اروپا رو در رنسانس زیر رو میکنه اون کتاب اصلی که میاد هزار و یک شب است خب ما میدونیم هزار یک شب چه تأثیری گذاشت آمد دکامرون که در برداشت از هزار یک شب است یا چافسر در انگلیس قصه های کانتربوری رو که می نویسه در همون کتاب هزار یک شب است که خب شما که بیشتر میدونید پازولینی آن فیلمی که می سازه در ثابت میکنه که تمام این داستان ها و اینا ریشش از هزار یک شبی است که از ایران به اینجا آمده. خب حالا اعراب تناقض نقشی که اجازه ندادن پازرینی اون فیلمو تو ایران فیلم کنه بله خب ب... ولی میدونی خب تنها کاری که اعراب کردن اینه که نام این کتاب رو از هزار یک شب کردن الف لیل و لیله و تیسونو کردن بغداد خسرو رو کردن هارون الرشید ولی دیگه شیرین و چیزی نتونستن به زبیده تبدیلش بکنن وگرنه تغییر دیگری ندادن در اون کتاب و این کتاب آمد و بعد به نام فرهنگ کتاب عربی و اینها تمام شد یا کلیلو دمنه که یعنی هر گوشه ادبیات و علمی که در اروپا شروع کرد به تغییر کردن و پایه های رنسانس نمیخوام همه اینها رو البته که یونانی ها البته که هندی ها در زمینه حساب و ریاضیات البته که چینی ها ولی ما میدانیم که پل این میان دانشگاه جندی شاپور بود که یک دانشگاه بین المللی بود و اینقدر سند داریم که این انوشیروان همه دانشمندا رو از اون سرزمین ها دعوت کرده بود میدونیم در خود شاهنامه داستان این که بوزرجمر میره به هند و این کتاب که لودمنه رو بر و به ایران میاره شطرنج رو به ایران میاره ما روایت های بسیار بسیار دقیقی داریم که جالب است که من همین چند هفته پیش کتاب آقای متحری رو میخوندم راجع به خدمات اسلام و ایران و به آشکار در چندین جای این کتاب میگه آنچه که ما به نام اسلام میشناسیم در حقیقت ایرانیا هستن. حتی تمام مفسرین قرآن ایرانی هستند در همون چند سال اول ما کسی از بین اونها نداریم سواد و دانش به اون اندازه نبوده است که بتوانند دست به چنین کارهایی بزنند تمام دفتر و دیوانشان ایرانی بوده است وزیران ایرانی مثل خاندان برمکیان میچرخوندن اون دستگاه رو ولی خب چرا با توجه به صحبتهایی که الان شما کردید و اهمیتی که و تأثیری که شاهنامه حتی بر فرهنگ غرب داشته در سالهای رونسانس اروپایی چرا شاهنامه جایگاه ویژه‌ای که باید داشته باشه رو در ادبیات غرب نداره هنوز پیدا نکرده به باور من یک نوع چند تا مسئله بوده یکی یک نوع رقابت همواره غرب مثل بقیه جاهای دنیا ایلیاد و اودیسه در رقابت با شاهنامه قرار می گرفته شما وقتی نقد های اروپایی رو راجع به شاهنامه می خونین وقتی که میخوان خوان ایلیاد و اودیسه رو مقایسه بکنن با ادبیات دیگه هیچ وقت با ها و رامایانای هندی مقایسش نمی کنن همیشه فوری سخن از شاهنامه است و می دانند و همه شاهنامه شناسان اروپا می دانند که این دو کتاب از نظر فلسفی و از نظر اخلاقی و فرهنگی واقعا قابل مقایسه نیستن یعنی شاهنامه یک سر و گردن بی گمان از همه اینا بالاتر ایستاده نشی بکنم از اول یک چنین حس رقابتی که این مایه فرهنگی غرب است این ایلیاد و اودیسه و نمی توانست از رقابت بکند با شاهنامه فردوسی یک زاویهش این بوده یکی دیگه این بوده که شعر به شعر بوده است و بسیار طولانی و ترجمه این و آشنایی با این بسیار کار مشکلی بوده است در حالی که مثلا گلستان سعدی به خاطر اینکه داستانهای کوتاه کوتاه داشته و همه این داستانها مثل منبتکاری اینقدر ظریف و کوچیک بوده که دو هم که ترجمه میکردی میخوندی کافی بوده که بفهمی چه دنیایی است ولی شاهنامه باید بوده همش ترجمه میشده در نتیجه نتوانست اون تأثیری رو که میخواست بذاره به اندازه کتابایی مثل گلستان سعدی و اینها بذاره سعدی خیلی بیشتر در این زمینه علا بر رقابتی که شما بهش اشاره کردین فرهنگ اسطوره های ایلیاد و شاهنامه این تفاوت این فرهنگ ها هم نقش نداشته چرا برای اینکه بسیار بسیار اسطوره های شاهنامه با اسطوره های غربی متفاوتند با وجود نقاط مشترکی که دارند حس یگانگی نمی کرده با میتولوژی ما ببینین مثلا برای نمونه راجب آفرینش خب این آفرینشی که بوده در میتولوژی اینجا بعد توی انجیل هم تقریبا همان آمده توی تورات هم همان آمده یک تفاوت های جزئی کرده ولی اسطوره آفرینش در شاهنامه و در ایران باستان به یک سر با ادیان ابراهیمی و اینها جداست به یک سر با اساطیر اروپایی جداست یک اصلا به هیچ عنوان نمیشه به هم نزدیکشون کرد در جاهایی که اون آرکیتایپ های یکسانی وجود داره مثل مثلا رو این تن شدن اونجا به هم نزدیک شده شما میبینید مثلا رستم و سهراب در ایرلند آقای ویلیام یتس اینو ترجمه کرد و بعد الان به عنوان کولین به عنوان حماسه ملی ایرلندی ها هم شناخته میشه برای اینکه نزدیک بود این پسرکشی حدیث آشنایی بود ولی آفرینشی که در اساطیر ایران باستان هست که زن و مرد یک سر از داخل یک گل می رویند همسر و همتراز و همبالا خب در اساطیر سامی و اروپایی همیشه مرد است که اول آفریده میشه و بعد زن برای سرگرمی او در اساطیر جهان بیمانند است که زن و مرد همسر و همتراز و همبالا برویند از داخل یک گیاه اینجا که جدا بوده میبینیم که تاثیری نگذاشته ولی مثلا همین هفت خان رستم خب تو ایلیاد و تو اودیسه عمرم هست اینجا به هم نزدیک شده کلمه هفت من بله اینجا به هم نزدیک شده که اون آرکیتایپاشون به هم میخورده اه... ما البته شاید حس ملیگراییمه یا هرچه فکر میکنم ببینین مثلا اگه به نمونه بخوام بگویم خب اکیلوس وقتی مادرش میکنه زیر آب که روی این تن میشه پاشنه پاش رو میگیره و این پاشنه پاش روی این تن نمیشه و سرانجام پاریس در تروای با تیر به پاشنه پای اون میزنه که زرب المثل پاشنه آشیل دقیقا از اینجا میاد خب ما در برابرش اسفندیار رو داریم همه ی کسانی که در جهان روی این تن شدن یک کس دیگری باعث نقطه ضعف اینا شده مثلا زیگفرید در ادبیات اروپا وقتی روی تن میشه برگ درختی میفته روی شونهش تنها کسی که خودش و ترسش از مرگ باعث مرگش میشه اسفندیاره مرگ اسفندیار تو چشمای اسفندیار تخم گذاشته تو ترس اسفندیار وقتی میره زیر آب از ترس چشماشو میبنده و اونجا روی این نمیشه و سرانجام رستم با تیر به چشمش میزنه ببینین عمق جرفای فلسفی داستان حالا به هر حسابی میکنه به نظر من توی این خیلی زیباتر از اونه که مادر پاشنه پای اینو میگیره و یعنی اسفندیار چاره ای نداشت جز این که مرگ رو مرگ ناگزیر بود در اونجا میشد مادر پای اینو بکنه زیرا بعدم اون یکی پاشو بگیره اون خیلی واقعی تر به نظر میرسه اگرچه خب نماد اساتیری و به باور من توی بسیاری از جنبه های اساتیری خیلی قدرت شاهنامه قدرت تفکری که پشتش است خیلی خیلی قوی تر است با سپاس فراوان از همراهیت